سلام، امروز اومدم براتون از قیمت اجاره خونه تو ایرلند صحبت کنم. میریم با هم دیگه گرونترین خونه ایرلند، ارزونترین خونه ایرلند و منابع و مراجعی که میتونید ازش خونه توی ایرلند اجاره کنید رو بهتون معرفی میکنم. مناطق مختلف و محله های مختلف دابلین رو هم بهتون معرفی میکنم، چون مشخصا روی دابلین بیشتر صحبت میکنیم و بهتون مناطق خوب رو هم معرفی میکنم که ایده داشته باشید اگر دارید میایید اینجا چه محله مناسب تره و چقدر دورتره از مرکزی که به اسم مرکز شهر دقیقا شناخته شدن. بلی، قبل از اینکه بریم با هم دیگه صحبت کنیم، دوست دارم که بهتون بگم که آپشن های مختلفی که برای اجاره خونه خواهید داشت، هاوس، آپارتمان، استودیو، خونه اشتراکی یا استودنت اکومیدیشن، و این بسته به اینکه تنها میایین، دو نفری، سه نفری، با خانواده میای یا تحصیلی میان، کاری میان، میتونه انتخاب متفاوتی باشه. بنا به روحیاتتون، بنا به درآمدتون میتونه انتخاب متفاوتی باشه. حتما بیشتر با هم صحبت میکنیم راجع به قیمت‌ها، راجع به مزایا و معایبشون. ولی یه چیز نکته دیگه که دوست دارم در موردش صحبت کنیم با هم دیگه قبل از اینکه بریم و وارد جزئیات بشیم، اینه که باید بدونید که معمولا یک ماه تا یک ماه و نیم رو به عنوان پول پیش خونه ازتون میگیرن و کرایه رو هم اول ماه باید پرداخت کنید. یعنی مثل ایران نیست بچه‌ها، معمولا ایران اینطوریه که آخر هر ماهی کرایه خونه پرداخت میشه، ولی اینجا هم اول ماه به ماه کرایه خونه از کارتتون کم میشه. بعضی موقع ها بعضی از صاحب خونه ها کش میگیرن، اونایی که خونه شون رو رجیستر نکردن مشخصا کشتر معمولا قبول میکنن. و ولی نکته مهمتری که دوست دارم راجع به صحبت کنیم اینه که باید بدونید که قیمت اجاره خونه تون یه مقدار مشخصی میتونه باشه. یعنی شما اگر که دارید یه خونه 1000 تایی در اجاره میکنید، معمولا چیزی که ازتون خواسته میشه اینه که 3 تا 3.5 برابرش درآمد داشته باشین. اگر 2 نفر باشین مجموع درآمدتون در نظر گرفته میشه، اگر پارتنر باشین، اگر که ازدواج کرده باشین. یعنی اگر که خونه 1000 تایی میگیریم، معمولا ازتون انتظار میره که 3 تا 3500 تا حقوق بگیرید. این قانون بعضی از صاحب خونه ها و بعضی از آژانس های املاک میگن که 60% اجاره، تا 60% حقوقتون رو میتونید برای اجاره خونه پرداخت کنید. این رو هم ما شنیدیم. بنابراین یا تا 60%ش رو میتونید پرداخت کنید، یا باید بدونید که 3 تا 3.5 برابرش رو باید درآمد داشته باشین. میریم با هم بیشتر براتون توضیح میدم از قیمت خونه ها، از محله ها و از آپشن های مختلفی که دارین. خب بچه ها، اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم مناطق مختلف دابلینه. یعنی چی؟ یعنی دابلین ایریاز رو اگه سرچ کنید، یه نقشه ای مثل نقشه ای که توی صفحه من میبینید، میتونید نتیجه رو ببینید. و من مناطق مختلف رو بهتون میگم و این شما این که در نهایت اگر میخواییم بیاین اینجا تصمیم میگیرید. ولی نکته مهمی که همه میگن و سرش توافق دارن اینه که دابلین شمال و جنوبش با یه رودخونه از هم جدا میشه و جنوب داونتاونه و داونتاونش واقعا فرق داره با یعنی محله شمال شهرش با مناطق دیگه فرق داره و شمال شهر منطقه حساب میشه که جنوب رودخونه است. حالا هم شهرداری بیشتر رسیدگی میکنه، هم فرهنگ مردمی که هستن رسیدگی میکنه، هم خودتون اگه تو محله قدم بزنید میبینید که خب ماشینا فرق میکنه، لباسای مردم فرق میکنه، خونه ها فرق میکنه، دیزاینای خونه ها، باغچه ها فرق میکنه، همه چی فرق داره کلا توی محله ها. چیزی که خیلی معروفه، همه میگن بهترین محله دابلین 4 و بعدش دابلین 6 وست، حالا 14 تو محله که قشنگ به خیابون یکی از خیابون های اصلی که مرکز خرید همونجاست، یعنی توی دابلین 2 و بعدش دیگه میره سمت غرب دابلین. و
من اگه بخوام خودم به محله هایی که من واقعا دوست دارم و اکثرا هم قبول دارن که این محله ها محله های خوبیه، دابلین فور حتما اولیه و بعد من این منطقه ای که دانلری، سی پوینت، بلک راک و اینا رو زیاد توی اینستاگرام من استوری گذاشتم و دالکی، از دالکی خیلی گذاشتم، خیلی دیدین، خیلی خوشگله، خونه های ویلایی خیلی زیاد داره. سایتی که توی ایرلند دنبال خونه همه میتونن بگردن توش دفتاتاییه. دفتاتایی این مرجع اصلیه و خب مای هوم هست، ولی بازم خونه هایی که من توی مای هوم میبینم توی دفتم میبینم اکثرا همیشه. ولی خیلی از بچه ها مخصوصا اونایی که خونه شیر میگیرن و اینجا خونه اشتراکی به هیچ وجه بد نیست، بچه های دانشجو میگیرن، بچه هایی که تنها میان میگیرن، خیلی موقع ها زوجا میگیرن، بسته به درآمد، بسته به انتخابشون، اصلا دوست دارن که با آدم هایی دیگه آشناشن، دوست دارن از فرهنگ های مختلف با آدم های مختلف آشناشن و خیلی خیلی معمول و رایجه. ولی چیزی که میخوایم بررسی کنیم اینه که بدونیم مرجع اصلی که دنبالش دنبال خونه توش میگردیم دفت مای هوم و بعضی همه شهرها تقریبا گروه های فیسبوک فعال داره. و یادتون باشه بچه اینجا زبان به زبان خیلی خونه اجاره میدن، یعنی هر چقدر کانکشناتون بیشتر بشه، خیلی موقع ها مخصوصا توی شهرهای دیگه به جز دابلین، حالا دابلین چون پایتخت آدمو کمتر همدیگر میشناسن، دست آژانس ها و ایجنسی ها تا دست آدم ها خیلی این مسئله صادق تره که زبان به زبان شما بیشتر خونه پیدا میکنید، آدم ها به هم معرفیتون میکنن و به خاطر اعتمادی که ساخته شده شما راحت تر خونه رو میگیرید. من یه چیزی که دوست دارم بریم با هم دیگه نگاه کنیم اینه که ببینیم اصلا گرون ترین، اگه من هیچ فیلتری نذارم، هر خونه، آپارتمان، هر چیزی، میخوام برم ببینم که توی کلن ایرلند گرون ترین و ارزون ترین خونه ها کجاست. میای توی دفتاتایی و اول میتونید اینجا حالا شهرتون رو بزنید، ولی من اصلا نمیخوام شهر رو بزنم، میخوام ببینم الان گرون ترین خونه تو بازار چنده، چی داریم برام گرون ترین. خب گرون ترینش یه خونه دقیقا تو خیابون بغلی ماه که من عاشق این خیابونم، واقعا عاشق این خیابونم. چی داره؟ 15,000 تا در ماه، 4 تا همون دستری، 4 تا همون دستری، 4 تا اتاق. یه ذره همش نگاه بکنیم که استاندارد هم ببینید چه جوریه. استاندارد این خونه قطعا باید خیلی بالا باشه چون 15,000 تا در ماه اصلا پول کمی نیست. یه آشپزخونه این شکلی داره، لیوینگ روم این شکلی با شومینه، حالا خوشگل و واو قشنگ داینینگ رومش واقعا جذابه، یعنی شما میشینید وسط یه باغ خیلی خوشگل و نورگیر فوق‌العاده، غذا می‌خواید، حیات پشتی فوق‌العاده و قشنگ و قشنگ و قشنگ تکرار میشه. میبینید خب محلای نشیمنگاه‌های مختلف، تیوی روم داره، یه شومینه دوباره داره و یه اینجا کلن برای انگار یه آشپزخونه کوچولوی جدا باشه و یه مستر، اتاق مستر داره، همون دستشوی من تونتو میزم، واکینگ کلوزتش، یا همون دستشوی دیگه و اتاق خواباش و این هم که نمای اصلی ساختمون بود. جاشم بهتون بخوام بگم این دقیقا توی دابلین فور و اینجا هست. این هم همون کانال هست که من خیلی همین 5 دقیقه بالا خونه ماست، یعنی 5 تا 6 دقیقه پیاده روی کنید میرسید به اینجا و خیلی خوشگله. خیلی من انتخاب واقعا اگر من بگم دوباره از اول تو خونه تو دابلین انتخاب کنم واقعا میرم اینجا میشینم، واقعا الان تو این بازه زمان من اینجا رو انتخاب میکنم. تو خیلی سرزنده است، یک شنبه همه میان سالسا میرقصن و خیلی خوشگله، کلا محله خوشگلی هم هست. اگه اینستاگرام من داشته باشید میبینید معمولا من استوری زیاد اونجا میذارم و خب حالا شروع میشه همینطوری میره تا بالا، احتمالا این پنت هاوساش خیلی گرون میشه اگر که ب
بریم ببینیم تا چقدر میشه. اینم 15,000 تا پنت هاوساش چهار خوابه، چهار تا همون دستشوی. بچه ها خونه های ایرلند اصلا این استانداردار رو ندارن، اصلا توقعتون رو خیلی بیارید پایین. اینا خونه های 15,000 تایی دارید میبینید. ولی یادتون باشه که اگر خواستین اینجا یه چیزی رو حساب کنید که آیا خونه میارزه اون قیمت یا نه، یه چیزی رو بگید که مثلا اگر که یه خونه رو دارید میبینید 1500 تا ولی خیلی قدیمیه و کرایه مثلا 1000 تا ولی خیلی قدیمیه، یادتون باشه که اگه برید یه خونه 1500 تا اجاره کنید شاید بهتر باشه براتون. چراش هم به خاطر اینه که پول برق خیلی راحت، پول برق میتونه تا آسمون بره، بنابراین همیشه میزان انرژی خونه رو چک کنید. الان یه همچین خونه قطعا خیلی خوبه به خاطر اینکه این پنت هاوس یه خونه نوسازه و 15,000 تا در ماه پولشه، یعنی واقعا کم نیست دارید میبینید. ولی خونه های دیگه میگه که مینیمم هم 6 ماه باید اجارش کنید. و آها نگاه کنید اینجا یه سطح انرژی داره، این A2 جز بهترین، اگه ایوان نباشه دیگه A2 واقعا بهترینه دیگه. و دوباره همون، یعنی این ساختمون روبروی اونه، دقیقا اون دست کاناله. دارید میبینید که مثلا دوباره چقدره، باید همینطوری بره بالا، احتمالا زیادم نیست 2000، حالا زیاده ها، نسبت به 15,000 تا دارم میگم، واقعا 2750 تا عدد زیادیه. یه چیزی که دوست دارم بدونم اینه که تا چقدر حاضرید کرایه بدید اگر که مثلا ببینید، معمولا اوریج حقوق اینجا ها خیلی 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 از آدم 1800 تا 2500 میگیرن مثلا. شاید من بتونم به جرأت بهتون بگم 60% آدم ها توی این، حداقل 60% آدم ها توی این بازه حقوق میگه، حداقل گفتم. ولی و مسلما اینا نمیتونن، کسایی که توی این بازه نمیتونن اون خونه رو اجاره کنن، چون باید 60% تا یا 3 برابرشو داشته باشن. ولی اگر که بتونید و مثلا و اگر زن و شوهر یا پارتنر یا هر طوری هستید که دو نفری دارید با هم خونه میگیرید، مجموع حقوقتون در نظر گرفته میشه. شما تا چند درصد حقوقتون رو حاضرید کرایه بدید اگر که قرار به کرایه کردن باشه؟ خب بریم حالا این دفعه با هم دیگه خونه ارزون تر رو ببینیم، یعنی ارزون ترین خونه ها. دوست دارم بدونم که ارزون ترینشون کجاست. این تو دابلینه الان؟ نه، من دوست دارم اینو برگردم چون اون نیست. ما گرون ترین ها رو دیدیم، برمیگردیم ارزون ترین ها رو دیدیم. ارزون ترین ها یه خونه توی کورکه که کورک یه شهر جنوب ایرلند و میگه که 300 تا در ماه. حالا اینکه کجای کورکه من نمیدونم، ولی کورک باید با مزده باشه، ما نرفتیم ولی ویدیوهاش خیلی خوبه. ولی و اونجا جاییه که اپل، شرکت اپل اونجاست توی ایرلند و خیلی خیلی بزرگه. من نمیدونم 10 تا 15 هزار نفر تو اون شرکت کار میکنن، یعنی اینجا یه برانچ خیلی بزرگ داره اپل. واو، این یکی 75 یورو در هفته، در ماهش انقدر نمیشه واقعا، میشه نه کمتر 300 تا یا 300 تا. و توی واترفورده. بچه ها میبینید الان همینطوری اینا ادام بدیم احتمالاً تو واترفورد هست. واترفورد یه شهری خیلی خیلی خوشگل، خیلی خیلی دوست داشتنیه توی جنوب ایرلند. ما تقریبا از دابلین 2.5 ساعت راه بود ما رفتیم. 20,000 نفر حدوداً جمعیت داره و اگر که توی اینستاگرام من باز باشین حتما دیدین واترفورد توی سفر ما. به من واترفورد خیلی خوش گذشت، یه شهر کوچیک ولی به شدت زنده و به شدت دوست داشتنیه. و خب کرایه ها خیلی توش کوچیک کمه دیگه، یعنی چی خونه چهار خوابه نمیدونم حالا این کجا، آخه خیلی شهر کوچیک تر از اینه که حتی بگم مثلا خیلی میتونه، ممکنه واقعا خیلی اطراف باشه. چهار خوابه دو تا همون دستشوی رو زده 400 یورو، 300 یورو. و میبینید ولی بازم خیلی ارزونه و درآمدها هم اونجا واقعا پایین تره، یعنی شهر به شهر واقعا تغییر میکنه درآمدها. ولی خیلی خیلی ارزون ترین ها اونجاست، ولی تو همون واترپورت خونه گرون هست، یعنی اینطوری نیست. حالا ما میریم میگیم که معمول چجوریه. بذارید من برم و مپ رو نگاه کنم. من بهتون تو همون دابلین ایریا هایی که نشون دادم یه ذره
خونه نشون میدن، هر چیزی اصلا با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا تو هم گفتم که جنوب بهتره حالا، ولی شمال هم با هم دیگه نگاه میکنیم. الان من میذارمش روی فیلتر آپارتمان و هاوس، یعنی استودیو آپارتمان فرق نمیکنه، یعنی میشه همش دیگه. حالا میذارمش رو همون آل پراپرتی. ببینید بچه ها، اگه من اینجا ها بیام، نمیدونم چرا الان داره نشون نمیده. خب اگه این دالکی که مثلا خیلی خوشگل تره بیایم، میبینی قیمت خونه ها، آپارتمان ها، اجارش چقدر میشه. رو همین نقشم، رو همین نقشم که نگاه کنید میبینید که 1600 1100 توی دانلری. دانلری محله خوش قیمت تریه، محله خیلی خوبیه، خیلی خوشگلم هست و خوش قیمت ترم هست. دالکینا گرونتر میشه، یعنی اگه که زوم کنید و اینجا رو برید دنبال خونه ها میبینید 14900 تا 3000 تا 3100 تا 5000 تا، یعنی خیلی میتونه بره بالاتر. ولی بچه ها اوریج خونه واقعا توی ایرلند اگه بذارید مثلا قیمت رو روی 1500 تا، واقعا میبینید که خیلی خونه های دابلین، خیلی خونه های میبینید چقدر کم شد، یا حسن دالکی یه دونه شد و احتمالا یه خوابه هم دستری، شاید حتی واقعا در حد چیز باشه، استودیو باشه. ولی دانلری باز خوش قیمت تره، همونطور که گفتم مثلا یه خوابه یه همون دستری 1500 تا پیدا میکنید، یه خوابه یه همون دستشویی. ولی اینا یادتون باشه که از تا خیابونی که گفتم حالا یکی از شاپینگ سنترهاه، دالری تقریبا 20 دقیقه راهه. و خب حالا اگه یکم بیام بالاتر و نزدیک محل مرکز شهر رو بهتون نشون بدم، اینجا میبینید حالا این مناطق باز بیشتر پیدا میشه، یعنی 1000 تا. اگه من مثلا اینجا رو برم، اینا رو من از این کنار میرم که باز ببینید 800 تا. و بچه ها نگاه کنید کیفیت خونه ها اینطوریه، یعنی نباید انتظارتون خیلی بره بالا. یه چیزی که توی خونه های ایرلند کلن زیاد میبینید یخچال های کوچولوه. معمولا ماها مخصوصا با عنوان ایرانی هایی که دوست داریم همه چیز رو 100 کیلو بخریم و فریز کنیم، خیلی برامون سخت میشه. و اینجا مثلا استودیو داره که این استودیو طرفم بزرگم هست 900 تا. و اگر که من مثلا بیام حالا یکم اینجا، میبینید که اینجا کلا خب خیلی 1500 تا یه خونه داره که اگر که من بهتون اینو نشون بدم بچه، این هنوز جز خونه های خوبه، یعنی کیفیتش خوبه، خب پرتی زیاد داره، میبینید اصلا نقشه خوب نیست، نمیفهم آدم حتی چی کجاست، ولی کیفیت خونه هنوز خوبه. و اگه که من همینو بیام 1500 تا رو اینجا بهتون نشون بدم، میبینید این نزدیک، این خیلی نزدیک به اون خیابون اصلی مرکز شهره. خونه آشفته تر شد، وسایل قدیمی تر شد، ولی 1500 تا هم کرایش 1500 تا عدد کمی نیست. ولی اگر که من بیام و این 1500 تا رو بذارم روی 1900 تا، میبینید که آپشن ها خیلی بیشتر میشه. حالا میبینید که نشد، نه ولی بیشتر میشه، یعنی زوم کنید میبینید اینجا 1800 1900 و اینا خیلی زیاد میشه. یعنی الان مثلا اینجا من میدونم سمت خونه ما 1700 1800 بیشتره. حالا این شد قیمت خونه آپارتمان ها توی مناطق مختلف. اگه بخواید یه رنجی رو در نظر بگیرید، 1500 واقعا سخت‌تر پیدا میشه، 1600 بهتر میشه و 1700 1700 واقعا 1750 1800 به بالا رقابت معمولا کمتر میشه و خونه ها رو راحت تر پیدا میکنید دیگه. واسه همین اگر که میخواید خونه سریع پیدا کنید، باید رنج قیمتتون رو ببرید بالاتر. ولی اینکه تا چقدر بالاتر میخواید کرایه بدین، خودش یه نکته ای که ببینید چقدر درآمد دارید، چقدر میخواید سیو کنید. ولی بدونید که خونه ها چند هستن، یا هاوس یا آپارتمانه یا خونه شیره، که الان من میتونم بهتون یه چند تای خونه شیر نشون بدم، یا خونه استیدن یا استیدن اکومیدیشنه. بچه نگاه کنید، این الان دابلین ناینه و دابلین ناین بالاه، تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه قطار راه تا خیابونه که مرکز شهر باشه. اینجا باید یه استودیو، آره این یه استودنت اکومیدیشنه و
student accommodation ها برای کسایی که بچه هایی که دارن تحصیل میان خیلی خوبه، ولی هنوز گرونه باز به نسبت فاند ها، من میدونم اینو. و ولی خب بچه میزان فسیلیتی هم که میگیرید، یعنی جیم دارن معمولا یا تیوی روم دارن معمولا، خیلی نوترن و خیلی چیزهای دیگه دارن، مثل اینکه کوورکینگ سپیس دارن، میتونن بچه ها مثلا با هم دیگه برن. ولی خب معمولا فضاهای اشتراکیشون آشپزخونه و نشستن. من مثلا اینجا هم معمولا لایبرری یعنی کتابخونه دارن و میبینید تیوی روم دارن، ولی میبینید مثلا فضاهای اشتراکی اینطوری که نشیمن طوره، یعنی نشون بدم که بدونید استادیت اکومیدیشن ها معمولا نوترن. اگه به عنوان یک دانشجو دارید تحصیلی میایید، به نظرم جای بررسی داره. ولی خیلی از بچه ها به جای اینکه برن توی استودنت اکومیدیشن ها، که حالا میتونید ببینید معمولا هم گفتم نوترن و قیمت های مختلف هم دارن، کاری که میکنن اینه که میان خونه اشتراکی میگیرن. خونه اشتراکی معمولا شما میتونید یا اصلا یه خونه بگیرید که دو خوابه باشه حتی، و یه خوابش رو با یک نفر دیگه به اشتراک داشته باشید، مثلا فضای آشپزخونه و پذیراییتون شیر میشه و خیلی موقع ها ممکنه همون دستشویتون هم شیر بشه. خیلی موقع ها ممکنه تو هر اتاقی همون دستشویی باشه و فقط فضای اشتراکی آشپزخونه و پذیرایی باشه. اصلا خیلی موقع ها ممکنه فقط و فقط پذیرایی آشپزخونه باشه، نه پذیرایی، یعنی پذیرایی هم داشته باشه. اگه من بگم مثلا الان اگر خونه شی رو بخوایم روی نقشه نگاه کنیم که بهتون بگم که چی به چیه، و بچه ها خونه های شی خیلی برای بچه هایی که تنها میان به نظر من گزینه مناسب تریه، یا حتی خود دانشجو معمولا خیلی راحت میان. و مثلا اینجا 9 داندرامه. داندرام یه محله خیلی خوشگله که من شاید ازش یه ویدیو هم گذاشتم، یه پاساژ خیلی خوشگل داره و میبینید یه خونه خوبه، بزرگه و محله خوشگله و دسترسی خیلی راحته، بخاطر اینکه با لواسه. میگه که 900 تا 950 تا در ماه یه اتاقی که تختش دو نفر است و همون دستشویش هم توشه، یعنی انسویته. پس این داندرام با لواس تا مرکز شهر فکر میکنم 10 دقیقه راه باشه، ماکسیموم 10 دقیقه تا یک روب، فکر نمی کنم زیاد تر بشه، یه روب شاید. ولی بالاتر خب بالای دابلین بیشتره. اینجا بلک راک الان ما داریم میبینیم دابلش مثلا 850 تا، اگه بیایم بالاتر از 750 تا 1200 میبینید مثلا هر چقدر به مرکز شهر نزدیک تر میشید خونه اشتراکی هم گرون تر میشه. یعنی اینجا مثلا 1100 تا شد تا 1150 تا، هر چقدر بیایید بالاتر گرون تر. ولی یادتون باشه که این بالاتر اومدن ها خیلی هم واقعا فاصله ندارن. یه چیزی که هست باید میزان آمد و رفتتون رو در نظر بگیرید. یعنی اگه من باشم بررسی میکنم که کریه میخوام دوچرخه سوار شم، آیا من زمستون ها میتونم دوچرخه سوار شم، یا مثلا ما مثلا اسکوتر گرفتیم، میتونید اسکوتر بگیرید و استفاده کنید و به راحتی هم میاد میره و میرسید کاملا به مرکز شهر. یعنی تا 2 ساعت حداقل میتونید یه مسیرهایی رو طی کنید به حالتهای مختلف در اینطوری راههای مختلف. ولی حتما کریه اتوبوس، لواس، قطار با هر چیزی که قراره که رفت و آمد بشه به نظرم باید حساب و کتاب بشه و میزان عمق خونه حتما باید بررسی بشه. خاطر اینکه پول برق تکرار میکنم تا آسمون میتونه بره، واقعا میرسه گاهی موقع ها برای خیلی از بچه ها به 500-600 و دیدیم حتی 700 بعضی از خونه هایی که خیلی قدیمی هست. بنابراین بهتره که این موارد رو بررسی کنید و بعد خونه رو انتخاب کنید. میبینید که فضاها میتونه متفاوت باشه. اینجا الان مثلا پذیرایی و آشپزخونه‌اش مشترکه و اتاق‌هاش جدا و تازه حیاط بالکن هم داره. بنابراین توی دفت بچرخید، خونه رو ببینید، آپارتمان ها رو ببینید، محله ها رو بهتون یاد دادم، دابلین ایریاز سرچ کنید اگر توی دابلین میخواید بگردید و
قیمت خونه ها رو متوسطش رو دیدید، خونه شی رو دیدید، میتونید بیاید اینجا بررسی کنید ببینید که کدومش بیشتر به دردتون میخوره، کدومش با روحیاتتون سازگارتره، با درآمدتون سازگارتره. دوست دارید خونه تنها داشته باشین، دوست دارین استودیو زندگی کنید، یا دوست دارید خونه اشتراکی داشته باشید، دوست دارید اصلا خونه داشته باشید، آپارتمان داشته باشید، دوست دارید بالای رودخونه باشه یا پایین رودخونه باشه، کنار آب باشه یا مرکز شهر باشه. حالت‌های مختلف هست و به نظرم اگر که بگید که کجا رو دوست دارید به نظرم خیلی جذاب میشه. اگر سوالی دارید مثل همیشه من هستم. خب قیمت های مختلف رو دیدیم، محله های مختلف رو دیدیم، گرونترین رو دیدیم، ارزونترین رو دیدیم، استانداردار رو دیدیم، نکات مختلف مثل قیمت برق، مثل هزینه برق، مثل هزینه رفت و آمد رو بهتون گفتم، مثل مزایا و معایب مختلفی که در مورد خونه های اشتراکی و خونه های استودیو و تنهایی خونه آپارتمان و نقاط مختلف بهتون گفتم. این شمایی که در نهایت انتخاب میکنین، ولی بدونید که من هستم. اگر سوالی دارید همیشه خوشحال میشم که ازم کمکی برمیاد، و اگر که فکر میکنید که سوالی هست که من میتونم جواب بدم توی ویدیوهای آینده، حتما برام لطفا توی کامنت ها بنویسید. سابسکرایب کنید اگر که دوست دارید، و اگر که دوست دارید و فکر میکنید که ویدیو ممکنه به درد دوستاتون بخوره، لطفا به اشتراک بذارید. حال دلتون خوب باشه.